کسایی که از آمریکا برای زو پول روان کرده، اینی نفرا زیر نظر FBI قرار میگیره و اینا بررسی میشه. این چی کارهایی را انجام داده، چی کاره بود، سرنوشتش چی میشه و رای حل و رای نجات برای زی نفر چی هست. فعلا با مشکل خورده و کارش به دادگاه کشیده و فعلا خیلی وضعیتش خراب هست. دوستای گرامی سلام، وقت شما بخیر و خوبی. در فیسبوک، یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی در این وقتا شما دیدین که یک نوجوان افغانستانی به نام جمیل قادری که یوتیوبر هم هست و گروه طالبان را حمایت میکنه و شب و روز علیه اقوام دیگر توهین میکنه و پروپاگاندا میکنه، فعلا با مشکل خورده و کارش به دادگاه کشیده و فعلا خیلی وضعیتش خراب هست. در این ویدیو در موردش صحبت میکنیم که چی کارهایی را انجام داده، چی کاره بود، سرنوشتش چی میشه و چی رای حل و رای نجات برای زی نفر چی هست. در این ویدیو با هم دیگه مرور میکنیم. در ابتدا باید یادآوری بکنم که این نوجوان از جمله مهاجرین افغانستانی است که به گفته خودش در سال 2018 مهاجر شده و در کشور بلژیم اروپایی پناهنده شده و کیسی هم که داده فرار از ترس ظلم شکنجه از سوی گروه طالبان ذکر شده و همین کیس خود به جره بلژیم داده. حالا معلوم نیست که آیا اونجا قبول شده یا نشده. از 2018 تا حالا حدود 5 سال میشه، احتمال زیاد میره که در اونجا کیسشان قبول شده باشه. این نوجوان یوتیوبر در گذشته مواضع بسیار جدی علیه طالبان داشت و علیه گروه سخن میگفت و حرفایش بود که گروه طالبان نوکر پاکستان ISI هست و این گروه باید نسل کشش ها و اولاد های اینا از بین بره. او ویدیوهایش موجود هست. و اما وقتی که گروه طالبان در افغانستان مسلط شد، دیدگاه این جوان یک دفعه تغییر کرد. در حال حاضر شب و روز تبلیغات او گروه رو میکنه، سرودهای انتحاری او گروه رو در اروپا نشر میکنه، جوانا رو به افرادگرایی و خشونت تشویق میکنه و تمامی کلیپایش اگر شما ببینید سرپا نفرت هست و دیدگاهی از این نسبت به سابق کاملا تغییر کرده. فعالیت های افرادگرایی و توهین علیه بقیه اقوام همچنان ادامه داشت تا اینکه مردم دست به کار شدند. در شبکه های اجتماعی یک تومار را امضا کردند که حدود 8000 نفر این تومار را امضا کردند که این نفر باید از بلژیم دیپورت یا زندانی شود. امضاها پیش رفت، مردم راپور زدند اونجا، امضا کردند و بالاخره با وقتی که به 8000 نفر رسید گزارشی از این ترتیب شد و بعضی وکلای هم بودند که در قسمت جمع‌آوری اسناد امرای جوانا کار کردند و راپورش به حکومت بلژیم تحویل داده شد. بعد از او راپور از این به دادگاه رفت. دادگاه به پلیس گزارش داد که جمیل قادری را خبر بدین یا بیارین به دادگاه. وقتی این تومار بالا رفت و به 8000 رسید، خبرها هم دنبال این موضوع را گرفتن که تهدید بزرگ اروپا را تهدید میکنه، خطر بزرگ متوجه اروپا است و افرادگرایی در حال ترویج شدن هست و دولت بلژیم مثلا این رقم نفر شهروندی و پناهندگی اینا داده و قضیه بالا رفت تا جایی که تمامی رسانه هایی را زیر پوشش گرفتن، فعالیت هایش را زیر پوشش گرفتن، ترانه های انتحاری را که نشر میکردن، ویدیوهای از این گروه را که نشر میکردن، اینا همه ایشان در رسانه ها رفت، عکس از این چاپ شد و خودش یادآوری میکنه که آلی وضعیت ما خوب نیست. در هر جایی که بیرون میره، اگه در مارکت باشه هم مردم میره میشناسه، چون عکس از این در رسانه ها نشر شده که اینی یک نفر افرادگرایی است. ترانه های انتحاری، فعالیت های انتحاری، ویدیوهای اینی، نمونه های اینا رو نشر میکنه. اگه ای در رستوران میره هم مردم متوجه ازی هست، طرف از نگاه میکنه خودش گپ میزنه. اگه با جیم ما رو خودش یادآوری کرد که دیگه طرف من بین من یک تروریست نگاه میکرد و پلیس هم در هر جایی که ایره گیر بیره زیر نظارت داره و برش گفته که بیا به دادگاه تا اینکه موضوعیت حل شود. این با در صحبت های خود میگه که من برای پلیس صحبت کردم، پلیس هیچ گونه مشکل نداره، یعنی ما از پلیس زور استم در منطق، ولی پلیس گفته نه، ما در این مورد تصمیم نمیگیریم. راستی که پلیس در هیچ کشور دنیا قضاوت نمیکنه، اما کارش اونم وظیفه خود اجرا میکنه، جج و تصمیم گیری در مورد کسی وظیفه دادگاه است. خب این به دادگاه کشیده شده و فعلا منتظر است که چه وقت نوبت دادگاهش میاد تا اینکه به اونجا حاضر شوه و از فعالیت هایی که انجام داده دفاع بکنه که چی دلیل داره. خب به هر حال در نهایتش، حالا ای آزادی بیان شما باشه، آزادی فردی شما باشه، آزادی اندیویژوال یا شخصی شما باشه، از استفاده کرده باشین و از یک گروه حمایت کرده باشین،
اما چرا آمده شما بقیه اقوام توهین میکنید؟ بقیه مردم توهین میکنید؟ بقیه فعالیت ها رو محکوم میکنید و تنها فعالیت خوب و درست میدانید و هر کس خلاف شما عمل بکنه اونا رو یا با چاقو بزنید یا اونا رو در افغانستان خفه کنید، سرکوب کنید یا اونا رو در هر جایی که گیرتون آمد از بین ببرید. مثلا توهینی را که شما با دیگه گروپ ها با دیگه اقوام انجام میدید، من نمیفهم که نسل دنبوره از زامین و جمن اینا چی هست، ولی حداقل چیزایی است که شما عملا ذکر کردین، بارها گفتین و در ویدیوهایت هم موجود هست. اولا که توهین کردن از دیدگاه اسلامی، نام زشت گذاشتن حرام است، بئس اسم الفسوق بعد الایمان، نام گذاشتن زشت برای کسی که او ایمان آورده باشد زشت است. و همچنان از دیدگاه قوانین بشری، اگر شما بین یک کس را حتی در امریکا باشه، یک کسی را سیاه صدا کنید یا کس را سفید صدا کنید یا یک کس را در مورد چهرهش، در مورد رنگش گپ بزنید، شما توهین نژادی و تبعیض نژادی را در اینجا مرتکب شدین و شدیداً مورد پیگرد قرار میگیرید. من یک نمونهش را عملا شاهد بودم. یک از دوستای بسیار نزدیک ما بود، در سر سرک کدام جای رفتنی بود، سه نفری را دنبال کرده بود، در مورد وطنش پرسان کرده بود و در مورد رنگ و نژاد اینایش گپ زده بود و اینا درگیریش را بود. قضیه را که به پلیس رفت، پلیس کلماتی که بررسی کردن، بررسی شد که شما از کجا آمدین. یکی از مواردی بود که تبعیض نژادی، تبعیض منطقوی در اینجا مطرح بود. بازی کیس در یک بخش مخصوصی، دپارتمنت مخصوصی که مربوط به پلیس جنایی و پلیس تحقیق میشد، دو بخش واگذار کردن که دنبال زیر بگیرن ببینن سر نخش با کجاست. هدف از این موضوعی بود که اگر شما میان کس را بابت باورهایش، کس را بابت رنگش، کس را بابت زبانش توهین میکنید، توهین نژادی را مرتکب شدین و شدیداً مجازات میشین. در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی مورد بسیار جدی گرفته میشه. شما توهین نژادی و نقض حقوق بشری را متوجه شدید. و یک از سوالهای پناهندگی هم ای هست در کل کشورها، میگه که آیا کسی را بابت زبان، رنگ و نژاد تا حالا مورد اذیت و آزار قرار دادین یا نه؟ چون یکی از قوانینی است که مربوط حقوق بشر میشه، مورد نژاد اینا میشه، از شما پرسیده میشه در جریان اینترویو و مصاحبه اینا که کسی را بابت زبان، رنگ، نژاد و یا باورهایش مورد اذیت و آزار قرار دادین یا نه. و چند روز پیش هم یک تلویزیون با این بنده خدا مصاحبه داشت، گفته بود که کیس شما را امور مهاجرین بلژیم دوباره بررسی میکنند، چون شما توهین کردین، از آزادی بیان سوء استفاده کردین، فعالیت های دیگر را محکوم کردین، در واقع نقض حقوق بشر را متوجه شدین، بیان کیس شما دوباره بازرسی میشه. از همه مهمتر که بگذاریم، شما نقض حقوق بشری را مرتکب شدین، شما ترویج افرادگرایی میکنید، شما ترویج خشونت میکنید. کسی که خلاف باور شما باشه، یعنی او چیز رو که شما میخواین نباشه، او باید از بین برده شود. اینی عمل بسیار خطرناک هست و کشورهای غربی، کشورهای اروپایی، کشورهای مدرن این مورد بسیار بسیار جدی میگیره و ماندنی بالای شما نیست. حتی قضیه شما اگر با دادگاه کشیده شود، چون فعلا رسانه‌ای شدین، حتی اگر دادگاه به نحو شما را، جرم شما را کمتر ثابت بکنه، مردم ماندنی والای شما نیست. جامعه اروپایی، خصوصا جامعه بلژیم، مردم بلژیم شما تو را ماندنی والا نیست. سر حکومت فشار میاره که این رقم نفر در جامعه ما نباشه. این رقم نفر بر جامعه ما مضر و خطرناک است. بناهن کاری کرده که در یک منجلاب گیر آمده که خواب از چشمایت پریده و کاری کاملا زشت کرده. خوب بود که مثلا طرفدار هر گروهی بودی خوبی هایش رو نشر میکرده، مثلا نشر میکرده که این گروه آزادی تحصیل را برای همه یکسان میداند، که اولاد مردم، پسر و دختر در مکتب درس بخواند، از صنف 6 با بالا درس بخواند، از صنف 12 با بالا درس میخواند. اینی چیزا رو نشر میکرده، نشر میکرده که این گروه گفته که زن و مرد باید کار بکنه. راستی یک چیز به یاد ما آمد، امی گروه که میگه در افغانستان است، میگه زن و مرد کار نکنه، از زن ها کار کردنش حرام است. یک دفعه قوانین اسلام، تاریخ اسلام بررسی بکنید. زن پیامبر اسلام خدیجه کبرا کارگر بود، تجارت پیشه بود، پول بسیار زیاد هم در می آورد،
و حمایت همه جانبه مالی هم حضرت از پیامبر اسلام کرد. خب این به خاطر گفتم که این گروهی که در افغانستان است تو تبلیغات خوب اجرار میکردی، میگفتی که اینا اجازه داده که زن و مرد کار بکنه، اینا اجازه داده که پسر و دختر درس بخونه، اینا اجازه داده که مردم موسیقی و ترانه گوش بکنه. ترانه یاد محمد دمی دو سه شبانه روز پیش خبر نشر شد که دیگه در افغانستان در محافل عروسی ترانه نشر نشه، ممنوع است. در اونجا ترانه های خوشی مردم، روزای خوشی مردم حرام میکنید. و در اروپا شما ترانه های انتحاری را در جاده های بلژیم اروپا نشر میکنید. مگه آزادی فردی تنها برای شما خوب است؟ دیگه مردم حق نداره؟ اینی تفاوت دیدگاه شما رو به مشکل مواجه میکنم. خب حرف زیاد است، حالا چی سرنوشتی در انتظار این جوان نادان است؟ اولی که ممکن است دادگاه جرم ازر سنگین ارزیابی کنه، ممکن است تا یک وقت را زندانی شوه و ممکن است که در مورد کیس از تصمیم گرفته شوه ای دیپورت شوه، یا اینکه زندانی نشه، دیپورت نشه و خانه نشین شوه، زیر نظارت قرار بگیره. موضوع خانه نشینی و زیر نظارت بسیار مهم هست. کشورهای پیشرفته برای این نفر ممکن است حق بدهد، به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر بگه خود سیست تو آزادی بیان داشته، آزادی بیان خود استفاده کردی، ولی ترویج افرادگرایی کردی، ترویج خشونت کردی، کسایی که نقض حقوق بشر مرتکب شده از اونا حمایت کردی تا این جرمایت سر جاید، ولی به عنوان بشر ما کشور اروپایی بر تو احترام میگذاریم. تنها کار را که تو باید از حق داری دیپورت نمیکنیم، زندانی نمیکنیم، این است که تو خانه نشین میشی، دیگه فعالیت کرده نمیتونی. بعد از اون تمامی فعالیت هایت در گوگل سرچ بزنی، شماره تماست، ایمیل آدرست، اسکایپت، فیسبوکت، همه از در نظر نیروهای امنیتی و استخباراتی و کشور قرار میگیره و دیگه کار کردن نمیتونه. بیشترین باور من به این است که این نفر حالا دیگه را تخمین زیاد زده نمیتونم، باور من است که فعالیت خود ادامه داده نمیتونه و زیر نظر قرار میگیره. کسایی هم که به این نفر کمک کرده متوجه باشن، در صورتی که این نفر محکوم شوه تمامی کسایی که پول روان کرده اونا توسط گوگل، یوتیوب و دیگه شبکه‌ها و کشورهای دیگه از زیر نظر قرار میگیره. شما یک تروریست، در صورتی که محکوم شوه شما یک تروریست و فعالیت‌های افرادگرایی را سپورت کردید، مثلا کسایی که از آمریکا برای زو پول روان کرده، این نفرها زیر نظر FBI قرار میگیره و اینا بررسی میشه. این مورد خواستم هم با شما یادآوری بکنم. این که گفتم به این نفر چی صورت میگیره، گفتم ممکن جرمش سنگین شناسایی شود تا یک وقت در زندانی شه، ممکن در مورد کیسش تصمیم گرفته شود که دیپورت شود، ممکن است که به عنوان کشور حامی حقوق بشر برای اجازه بدهد و بگه که برای کار نداریم ولی دیگه فعالیت نکنیم. این سه مورد سر جای خود. و مورد چهارمی موردی هست که من نمیخوام در موردش گپ بزنم، شاید بعض پلان های کشور باشن، همین قیشاره دادم خلاصیش نمیگم. خب و رای نجات جوان یوتیوبر چی هست؟ چی کارهای بکنه حداقل جرمش سبوک میشه و نجات پیدا میکنه؟ یک، اگر این نفر اسناد را ثابت بکنه، نشان بده که این نفر تکلیف روانی داشته، از تنهایی رنج می برده یا مریضی داشته باعث شده که گپا را بزنه بس زار خوشش بیای یا زیر تأثیر دیگه گروه ها قرار گرفته باشه، این میدونه ممکن است که تا جایی را جرمش را سبک بکنه که مشکل روانی داشته. یک مورد. مورد دوم، این میتونه اعتراف بکنه که من کارها را برای شهرت و برای به دست آوردن پول انجام داده بودم، من دیگه حمایت از او گروه افغانستان نمیکنم، هدف من این بود که یک مقدار پول به دست بیارم، ولی این کار نمیتونه جرمش رو سبک بکنه ولی تا جایی رو برش مفید واقع میشه. حرف سومی بوده میتونه که خانواده ما زیر فشار هست، این بهانه رو آوردن میتونه در دادگاه به طور خصوصی بگه که درست هم از ترس همین گروه فرار کردم و کیس من بر اساس فرار از همین گروه بوده، ما چند سال را که علیه گروه گپ زدم خانواده ما در افغانستان در خطر هست. شما میفهمید که کسی اگر علیه گروه گپ بزنه خانوادهش در خطر است. بنان گفته میتونه که مادر ما، پدر ما یا اعضای فامیل ما در زیر شکنجه یا زیر نظر همین گروه هست،
فعلا بندی هست، دستگیر هست یا تهدید اینا دریافت کرده. ما به خاطر خودم هم تهدیدی دریافت کردم، به خاطری که خانواده ما سالم باشم، من اینجا یعنی مورد شروع کردم. ممکن است تا جایی را برش مفید واقع شد و کیسش اما جرمش کمتر بسازه، ولی در مجموع فعالیت را که این نوجوان نادان انجام داده، نظر به ای که حق آزاد بیان را داره به او کار نداریم. و ما ای که آمده بقیه اقوام توهین میکنه، از فعالیت های افرادگرایی حمایت میکنه و او را ترویج میکنه، از فعالیت های تروریستی حمایت میکنه و او را ترویج میکنه و آزادی بیان دیگر نقص میکنه و دیگر سرکوب میکنه، این کارایش کارهای غلط و کارهای اشتباهی است که تا حالا انجام داده و همین کارا باعث شده که مردم علیهش اقدام بکنن. خب حالا این هرچی شوه یا نشوه، میخواییم برای دوستای گرامی بگم که هدف از تهیه این ویدیویی بود که متوجه باشن شما به هر کشوری که سفر میکنید به عنوان مهاجر متوجه باشن، هر سخنی بگین، هر فعالیت بکنید، هر نشرات را داشته باشن، اونا زیر نظر همو کشور قرار میگیره. شبکه های شما، شما را فیسبوک شما را، بکگراند شما را، ایمیل آدرس شما را، شماره تماس شما را، همه چیز شما را چک میکنه که با کدام گروه ها ارتباط دارین و سابقه شما چی بوده، شما چی چیزی بر ذهن خود میپرورانید. هدف می بود که خیلی متوجه باشین کشورهای پیشرفته این مورد را جدی میگیره. آزادی هست در کشورهای پیشرفته، ولی اگر کس را توهین بکنید و علیه شما شکایت بکنه، اونمو درج میشه در سیستم و در بکگراند شما و تا آخر میمونه. ای بنده خدا، ای جمیل قادری هم خودش نوجوانی بود، کارهای اشتباهی کرده، فقط چیزایی که در ویدیو ذکر کردم جرمایش سر جای خود، این موردی که در انتظار ازی هست و راه حلایی که گفتم شاید بتونه جرمش رو سبک بکنه هم در ویدیو ذکر شد. خب امیدوارم در هر جایی که هستید سلامت و سربلند باشید و در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.